سلام خدمت دوستان بجیسون بایتی، امروز اومدیم با یه ویدیوی خفن دیگه. خب دوستان، امروز میخوایم دوال ماین اتریوم و کاسپات توی ویندوز رو آموزش بدیم. یه آپدیت جدید اومده برای SRB ماینر که واقعا هشریت رو تو ویندوز میبره بالا. حالا با هم میریم بررسیش میکنیم. خب اولین کاری که باید انجام بدیم، بیایم داخل سایت گیت هاب آخرین نسخه رو بگیریم. خب همینجور که میبینید آخرین نسخه 1.0.1 هست که اینجا تغییرات رو میبینیم. تغییر خوبی که این نسخه کرده اینه که با اوورکلاک کردن هسته ما هشریت بیشتری میگیریم. قبلا اینجور نبود. الان هرچی که هستمون مقدار بیشتری داشته باشه اینتنسیتی بالاتر میره و هشریت بالاتر میگیریم. حالا در ادامه میبینیم. حالا همینجور که میبینید تغییرات رو اینجا کامل میتونیم ببینیم. هنوز این آپدیت برای iOS نیومده، به خاطر همین من روی ویندوز اینو تستش میکنم. خب میام اینجا از اینجا دانلودش میکنیم. من قبلا دانلودش کردم، توی دسکتاپ دارمش. برم بیارمش. همینجوری که می‌بینید توی این فولدر دارمش و اکسترکتش کردم. حالا اینجا بازش میکنم. خب SRB ماینر همینجور میام پایین، میگردیم دنبال ماینینگ اتریوم اند کاسپا. میبینید خیلی اینجا فایل زیاده، ما با این کار داریم. همینجا روش کلیک راست ادیتو میزنیم، یه صفحه اینجوری برای ما باز میشه. خب از همینجا شروع میکنیم میریم جلو. این خط فرمانمونه، SRB ماینر که باش کاری نداریم. اینجا گفته که CPU رو دیزیبل کن، با CPU ماین نکنه. اینجا خودش GPU Auto Tune برامون زده مقدارشه که فعلا کاری به این نداریم. الگوریتم ETH توی این قسمت، اینجا باید بیایم استخرمون رو وارد کنیم. این قسمت استخر اتریوم، بخش اول استخر اتریوم وارد کنیم. من اینجا برم آدرس سرور و پورتمو بیارم برای استخر. خب من اینجا جایگزین میکنم، آدرس ولتم بعد اینجا جایگزین کنم، آدرس ولت اتریوم من برم بیارم. خب یه فاصله میذاریم، آدرس اتریوم من اضافه میکنیم. اینجا یه فاصله اضافه شد، پاکش میکنم، میام جلوتر. خب الان اتریوم اوکی شد، بریم سراغ الگوریتم کاسپا. از این قسمت به بعد مربوط میشه به استخر کاسپا و آدرس ولت کاسپامون. اینجا که باید آدرس استخر رو بزنیم، همینجوری که خودش آدرس استخر رو زده. این کوین فعلا همین یه استخر رو ساپورت میکنه. همینجوری که این مربوط به روسیه میشه، من فعلا روسیه شو پاک میکنم با داتش. این الان شد سرور آلمان. خب سرورم شد آلمان. خب برم سراغ ولت. الان اینجا ولت کاسپا رو پاک میکنم و ولت خودم رو اینجا جایگزین میکنم. منو ولت خودم بیارم. زمانی که میخواید ولت رو اضافه کنید حتما یادتون باشه که کاسپا دو نقطه داشته باشه. من پیستو میزنم، اینجا کاسپا دو نقطه داره، آدرس ولتم زدیم. جی پی یو بوست هم 3. من فعلا کاری با اینا ندارم، فقط میخوام همین مقادیر باشه، مقادیر دیفالت خودش. فایل سیو رو میزنم، اینا رو کامل میبندم، دوباره وارد SRB ماینر میشم، میرم پیدا میکنم اتریوم و کاسپا رو. این دقیقا اتریوم و کاسپای مو هست. خب اول من اوورکلیکم رو چک کنم، اینجا باز میکنم صفحه تیونینگم. همینجوری که من با این مشخصات اتریوم ماین میکنم و اولوش 62 تا 63 مگاهش دریافت میکنم. فعلا با همین مشخصات من بزنم ببینم اینجا چقدر هش ریت میگیرم. خب اتریوم من کاسپا، من روش دبل کلیک میکنم برام اینجا باز بشه. همینجوری که ببینید اول خودش گفته یه مقداری زمان میبره برای تیون کردن کارت گرافیکتون. حالا ما این مقدار به زمان میدیم. من ویدیو رو کامل استاپ میکنم ببینم چقدر هش ریت میگیرم. خب دوستان الان گرافیکمون چند دقیقه زیر ماین بود، همینجوری که می‌بینید الان هش ریت اتریوم 62.46، کاسپا داریم 332 می‌گیریم. من قبلا هولوش 246 تا 247 می‌گرفتم و هر کاری هم می‌کردم بالاتر نمی‌رفت. با آپدیت جدیدی که داده همینجوری که می‌بینید 310 اینجا دارم می‌گیرم، 332 اول بهم داده. اینم دلیلش اینه که نیا کنید اینجا بیام بالا، من اینو بگیرمش بیام اینجا. این وسط صفحه اگر ببینید اینتنسیتی رو 5 قرار داده. توی آپدیت جدید تو تیونینگ که انجام میده نسبت به اوورکلاک هستتون اینجا اینتنسیتی قرار میده. شما الان نگاه کنید، من هستم 1250 هست، اینتنسیتی اینجا بیام بالاتر شده 5. نگاه کنید من هستم 1215 الان میشناسه. تیونینگ که انجام داده هست رو 1215 میشناسه و مموری رو 2108. خب ما تا اینجا فهمیدیم که حالا من اینو در نظر بگیرم زمانی که ویدیو نمیگرفتم 62 و 332. خب من اینو میبندمش. الان برنامه تیونینگم رو باز میکنم برای اوورکلاک، میام هسته رو تا 1900 میبرم بالا.
من قبلا با این اوورکلاک، یعنی 1900 هستی و 2120 مموری تان کوین ماین میکردم و مشکلی نداشت کارت گرافیکم. الان دقیقا میخوام همین اوورکلاک رو بذارم تست کنم ببینم چه هش ریتی توی کاسپا میگیریم. من اپلای رو میزنم. خب میریم سراغ SRB ماینر دوباره. فقط همینجا من یه نکته بهتون بگم، یکی از دوستان پیام داده بود گفته بود که وقتی که روی این استارت ماینینگ اتریوم و کاسپا میزنم گرافیک رو نمیشناسه و برنامه اجرا نمیشه. دقیقا من هم همین مشکل رو داشتم. من اومدم اینجا استارت ماینینگ ارگو کاسپا، میبینید اینو اومدم بازش کردم، اینا رو جایگزین کردم، فقط اومدم جای الگوریتم اینجا زدم ایتش و بقیه مشخصات. الان که من جدید دانلود کردم دیگه مشکل نداشتم. توی نسخه قبلیش من مشکل داشتم، توی نسخه جدیدی که داده فعلا که مشکل ندارم. همونجا که دیدید اولین بارم بازش کردیم و اوکی شد. خب حالا از بحث دور نشیم، من اینجا اینو بهتون نشون بدم که اوورکلاک هسته شد 1900، اوورکلاک مموری شد 2120، فست تایمینگ هم انیبل. خب دوباره روش دبل کلیک میکنیم. خب فقط من ویدیو رو استاپ میکنم که مقادیرمون درست در بیاد. خب دوستان همونجا که ببینید اوورکلاک هستمون فوق العاده تاثیرگذار بود و 565 مگاهش داریم الان کاسپا میگیریم و همونجوری که میبینید مگاهش اتریوم هم کم نشده، 62 مگاهش هنوز داریم میگیریم. فقط نکتهش اینجا بود که بهتون گفتم اینتنسیتیمون شد 9. هرچی که این اینتنسیتی بالاتر باشه فشار بیشتری به کارت میاد، مصرف برق بالاتر میره و ما میتونیم هشرت بیشتری توی الگوریتم دوم بگیریم. همونجوری که میبینید الان اینجا نگاه کنید، مقدار هسته رو 1837 در نظر گرفته و مقدار بیماری رو 2108 در نظر گرفته و 216 وات مصرف این کارته. حالا باز هم با بالا بردن این هسته میتونم هشرت بیشتر بگیرم، ولی دیگه نمیخوام به کارت خیلی فشار بیارم. باز باید تست کنم ببینم پایداری 100% هست یا نه. اگه پایدار نبود که بعد مقداری هشرت بیارم پایین، یا مثلا اگر دما رفت بالا یا مثلا مصرف برق بالا بود یه مقدار هسته رو میارم پایین. فعلا باید تست بشه. شما دوستانم اگر تست کردید مقادیرتون رو حتما توی بخش کامنت ها برام بذارید که من و دوستان استفاده کنیم. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار. Brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super.